خواهش میکنم جناب تقی‌زاده گویانه رو باز بکنن و بشنویم سخنان ایشون رو. گویانتون بسته است جناب تقی‌زاده. سپاسگزارم. درود دوباره به دوستان حاضر در جلسه. نمیدونم بقیه دوستان میخوان از چه زوایای این دو بندی رو که برای موضوع گفتگو تعیین شده بررسی بکنن. یکی چرا شاه از ایران رفت و نتیجه رفتن شاه از ایران چه بود؟ البته این بخش دوم رو همه مردم ایران باهاش زندگی کردن، همین که ما اینجا نشستیم دور از مملکت، یکی از نتایج شخصی و خصوصی خروج شاه. اگر شاه نرفته بود ما الان در مملکتمون بود. ولی موضوع نتیجه خروج شاه به زندگی من و شما محدود نمیشه و دامنه بسیار گسترده تری داره. ولی اجازه بدید برگردم به موضوع اول که چرا شاه رفت. ما هنوز زمان طولانی از اون دوران فاصله نگرفتیم، هنوز قضاوت تاریخی به علت زنده بودن عواملی که دست در کار بودند پیش از سال 57 کار آسونی نیست. تاریخ شاید به یکی دو دهه دیگه احتیاج داره، البته تالیف فاسد این کارم، تا بتونه قضاوت درستی از ماجراهای اون زمان داشته باشه. همونطور که میخواستم بگم جمله پس افتاد، تالیف فاسدش این است که مقداری از مدارک از دست میره. ما امروز مثلا پرویز ثابتی رو هنوز زنده داریم، او میتونه گواه و شاهد زنده تحولات تاریخی اون دوران باشه. ولی تا چه زمانی مقایسه این دوران امکان پذیره؟ این رو به هر حال باید به عنوان نکته منفی دور شدن از واقعه دید. نکاتی رو که در وقت محدودی که امشب هست علاقه دارم بهشون اشاره بکنم، نکاتی است که یا من مستقیم در جریانش قرار داشتم و یا اگر که مستقیم نبودم فاصله‌ام با اون موضوع خیلی کم بوده. بنابراین شاهد زنده تاریخ رو برای شما مطرح میکنم و امیدوارم این دو سه نکته ای که مطرح میشه کمکی بکنه به دیدن موضوع از یک زاویه خاص، و امیدوارم دوستان دیگری که اینجا هستند امشب زوایای متنوع دیگری رو بررسی بکنن. و البته این که آقای نژاد گفتند که درس بگیریم از این موضوع و آموزش بگیریم از این موضوع، به هر حال تجربه تاریخی آموزه است که به کار میاد، به کار میاد برای اینکه اگر مشکلی ایجاد کرده از اون در آینده پرهیز بشه یا اگر کار درستی بوده این نکته تقویت بشه. دو نظر وجود داره که زمانی که شاه تصمیم به خروج از ایران گرفت کی بود. آیا 3 ماه قبل از 26 دی که ایران رو ترک کرد یا 6 ماه قبل از این موضوع؟ من باورم این نیست که شاه زمانی که آموزگار رو به عنوان رئیس دولت به جانشینی امیر عباس هویدا به عنوان نخست وزیر معرفی کرد فکر خروج از ایران رو داشت، ولی ایران در بحبوحه یک بحران سیاسی تند بود. از آموزگار در آذربایجان استقبال بدی شده بود و اعتراضات دانشجویی بعد از رفتن او به آذربایجان که رفته بود برای جلب حمایت یا به نمایش درآوردن یک حمایت توده‌ای یا مردمی، به نوعی با واکنش منفی روبرو شده بود. و چند روز بعد هوشنگ نهاوندی تصمیم گرفت که بره به تبریز و در دانشگاه حضور پیدا بکنه و با کمک دانشگاهی های تبریز یک اجتماعی درست بکنه که نتایج منفی رفتن آموزگار خونسا بشه. من در اون سفر با هوشنگ نهاوندی بودم، یک هواپیمای فالکونی که در اختیار دفتر بود برای ما آماده شد و
ما رفتیم به تبریز، ارتش بود شفقت، بله شفقت رو ارتش بود شفقت. شفقت. ببینید این هما شفقت کارمند من بود، ولی اسم پدرش الان فراموشم شده، که مرد بسیار بسیار مرد خوبی بود. در دوره بازنشستگی از او خواسته بودند که بیاد استانداری آذربایجان رو قبول بکنه و او هم قبول کرده بود و ما وارد شدیم به تبریز و هوشنگ نهاوندی با کمک دانشگاهی هایی که این جلسه رو تدارک دیده بودند جلسه خیلی خوبی داشت و امیدواری او این نکته است که حالا میخوام بهش اشاره بکنم و به این علت به رفتن هوشنگ نهاوندی به تبریز اشاره میکنم. هوشنگ نهاوندی 3 ماه بعد به عنوان یک گزینه نخست وزیری خیلی جدی مطرح شد، ولی اون موقع در ذهن خودش داشت که آموزگار شاید نمیتونه اوضاع رو جمع بکنه و اون میتونه این اوضاع رو جمع بکنه. به هر حال این جلسه برگزار شد، جلسه آبرومندی بود و در بازگشت همراه سفر طولانی نیست با هواپیما، با یک جت فالکون از تبریز به تهران آمدن 1 ساعت فاصله است، ولی به هر حال همین در حال نشستن و پرواز کردن و دوباره نشستن وقتی کسی دیگه ای هم نیست مجال گفتگو هست. یه سوالی که هنوز در گوش من هست این بود که هوشنگ نهاوندی پرسید اگر که بخوای شما کار دولتی بکنی، همیشه میگفت من آقای تقی‌زاده، ولی الان که سالها از اون دوره گذشته هیچ وقت از آقای دکتر کمتر نمیگه، در حالی که من واقعا یک دوستی الان 45 ساله 46 ساله با دکتر نهاوندی دارم و این صمیمیت ایجاب میکنه که ما کمتر لفظ و قلم رو در صحبت کردن ازش استفاده بکنیم. دکتر نهاوندی مرد بسیار بسیار دیپلمات بسیار مؤدب و با نزاکتی است. پرسید میخوای چه شغلی داشته باشی و من اصلا توی ذهنم نبود که دکتر نهاوندی در ذهنش چی میگذره و بعدا متوجه شدم که دکتر نهاوندی در صدد پیشنهاد خودش به عنوان نخست وزیره. این وضعیتیه که الان هنوز بحران شکل فروپاشی حکومت رو رقم نمیزنه. بحرانی است که عواملی که تصمیم گیر هستن میبینن که دست در کارهای درجه یک به اون اندازه‌ای که خودشون فکر میکنن این کار رو نمیتونن خوب اداره بکنن. این وضعیتی که جمهوری اسلامی 7 سال پیش 8 سال پیش باهاش روبرو بود، وقتی که اگر بپذیریم توطئه قتل رفسنجانی مطرح شد، عواملی که با اوت کردن بیماری پروستاد خامنه ای احتمال مرگ اون رو میدادن، نه تنها نگران آینده رژیم بودن، رقابت قدرت رو هم داشتن و حذف رفسنجانی یکی از نتایج احساس خطری بود که 8 سال پیش در دوران حاکمیت صورت میگیره و امروز ما میشنویم از زمان فهم همزمانی وجود داره مرگ رفسنجانی با این روسایی که الان ما در جریانش هستیم، که هم فاطمه هم فائزه دخترهای او تایید میکنند که یکی اعلام میکنه 10 برابر حجم لازم، درصد لازم رادیواکتیو در بدن رفسنجانی بوده و دیگری قبول میکنه که با این که گفتن که مرگ رفسنجانی در نتیجه سکته قلبی بوده، تا این لحظه هیچ کس نمیگه که علت سکته قلبی چی بوده و البته این رو برادر اکبر رفسنجانی هم تایید میکنه. در حال حذف رفسنجانی نتیجه احساس خطری است که در بحران 8 سال پیش عوامل حکومت احساس میکردن و این قضیه میتونه در دوران کنونی هم تکرار بشه. در هر حال هوشنگ نهاوندی یکی از این عوامل بود که فکر میکرد در رأس قدرت اجرایی باید تغییراتی صورت بگیره. الان آقای آموزگار نخست وزیر، برای اینکه بحران رو کوتاه بکنن، خارج از اینکه حالا رقابت قدرت شروع شده در درون نیروهای اجرایی، راه کنترل بحران هم برای همه یک موضوع است. آقای ثابتی پیشنهاد میکنه که 1500 نفر از مخالفین دستگیر بشن، که من هم الان فکر میکنم این تصمیم درستی بود اگر که به موقع اجرا میشد، ولی آقای آموزگار به عنوان نخست وزیر، نخست وزیری که در تبریز مقداری مخالفت ها رو و شعارها رو از نزدیک دیده و شنیده،
میگه اعتراض ها رو با این دستگیری ها نمیشه کنترل کرد و با پیشنهاد پرویز ثابتی مخالفت میکنه. ثابتی اصرار میکنه. شاه میپذیره که 300 نفر از این مخالفین دستگیر بشن ولی نه 1500 تا، و میگه که نصیری این رو بعداً به اطلاع آقای ثابتی میرسونه تا او به عنوان رئیس اداره سوم این موضوع رو چطور بتونه پیگیری بکنه. خب یک قدم بزرگ به عقبه، قدمی که در برداشتنش نخست وزیر وقت سهم داره، نخست وزیری که شاید اطلاع نداره از عمق فاجعه، از عمق بحران، و با برداشتن یک قدم به عقب در حقیقت تغذیه تمساح رو کلید میزنه. این نگرانی فقط مربوط به عوامل دولتی نبود، نزد عوامل نظامی هم این احساس وجود داشت. حتی کسانی مثل اردشیر زاهدی که در یک برهه خاص فکر میکردن میتونه ناجی باشه و در روزهای پایانی او رو به تهران هم دعوت کردن، او هم حتی ملایم شده بود، میانه رو شده بود و فکر میکرد که از راه سازش بیشتر میشه به نتیجه رسید. این حرف مقدمه. بعد از فردوست و پیش از این که حتی فردوست این موضوع امضای بیانیه تسلیم ارتش رو با رئیس ستاد امضا بکنن و به فرماندهان دیگه ابلاغ بکنن یا از اونها بخوان که این رو امضا بکنه، فردوس چند ماه قبل از این به عنوان قائم مقام سازمان امنیت و رئیس دفتر ویژه مخالفت میکنه با این موضوع و میگه عمق نارضایتی ها اونقدر زیاده که با اعمال فشار بیشتر نمیشه مردم رو کنترل کرد، و اینا اثر میگذاره در تصمیم گیری های شاه برای موندن یا برای رفتن. در مورد نامه‌ای که شاید پیام بزرگش این است که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، روایت بسیار هست ولی کمتر میپردازن. همه خب سید حسین نصر رو متهم میکنن، آقای رضا قطبی رو متهم میکنن و این دامنه اتهام تا جایی میره که حتی شهبانو رو هم متهم میکنن که در این گرایش به چپ سهم داشته، یا بعضی از این اراذل داخل اپوزیسیون حتی به عنوان کودتای کاخ از اون یاد کردن که عنوان مسخره است. ولی این گرایش به سازشکاری واقعا شکل اپیدمیک پیدا کرده بود و شاه هم از این قضیه مبرا نبود. وقتی او تلفن میزنه به علی امینی و از اون مشورت میخواد، علی امینی حتی دست نوشته میفرسته برای پادشاه ایران، البته همینطور هویدا که قبلا وزیر دربار بود حالا در منصب دیگری هست، و این دست نوشته ها رو وقتی که رضای قطبی با شاه صحبت میکنه برای اینکه یک پیام دیگه برای مردم، البته شاه اینجا که میگم پیام دیگری بفرسته، اینجا 15 روز از پیام اولش گذشته، یک قدم شاه به عقب برداشته، اگرچه هنوز فکر نمیکنه که این حکومت میپاشه و او مجبور به ترک مملکت نمیشه، ولی حساسیت موضوع رو دریافته و یه قدم به عقب برمیداره. قدم دوم در حالی است که هوشنگ نهاوندی دفتر رو ترک کرده، سید حسین نصر دفتر آمده و من میبینم داخل دفتر چی میخواد و چه میکنه، و اونها پیشنهاد میکنن که یک پیام ملایمتر داده بشه، ولی برای نوشتن این پیام ملایمتر این شاهی که تصمیم میگیره. وقتی که رضا قطبی شاه میگه که این پیام رو بنویس، او منومن میکنه که چی بنویسم، یا من که پیام نمیتونم، یا کار من نیست، یا سکوت طولانی میکنه و در پاسخ پرسش رضا قطبی که پیشنهاد میکنه هوشنگ نهاوندی یا سید حسین نصر این پیام رو بنویسن، علت این که به هوشنگ نهاوندی و سید حسین نصر پیشنهاد میکنه، رئیس دفتر سابق و لاحق هستن و الان ملکه در مقام تصمیم گیریه، ملکه در غیبت نیمبند شاه از قدرت امور رو تقریبا اداره میکنه، و شاه هوشنگ نهاوندی رو ندیده میگیره، میگه به نصر بگید. بنابراین اگرچه محتوای پیام رو نصر در اون پیام شوم میگذاره، ولی این توصیه شاهه، و نه تنها در این حد،
بلکه یادداشت‌هایی رو که وجود داره اینها رو برای رضای قطبی میفرسته که در نطقی که تهیه میشه از این نکات که بخشی از اونها مشورت گرفته از علی امینی و همینطور از آقای هویدا هست استفاده بشه. و یکی از اینها و این باز یک نکته تاریخی است، دورش خط کشیده میشه و زیرش باز دو خط کشیده میشه که نوشته شده پیام انقلاب شما رو، صدای انقلاب شما رو شنیدم. بنابراین این نکته هم که باز یک گام بزرگ به عقب هست، ابتکارش لااقل پذیرفتنش به عهده پادشاه ایران. و او تنها شخصی نیست که ملایمه میخواد سازش بکنه و اهل کشتار مردم نیست، عوامل نظامی همین رو تجربه میکنن. آقای بدرعی وقتی که آقای بختیار به عنوان نخست وزیر معالن معرفی میشه، البته این رو من بگم که حتی پیش از انتخاب بختیار یک گزینه جدی وجود داشت وقتی که تصمیم این گرفته شد که حکومت نظامی برقرار بشه و این شاه بود که اگرچه اویسی یک گزینه تقریبا قطعی به نظر می رسید برای معرفی، آقای عصاری رو قبول کرد برای پست نخست وزیری. ولی وقتی که دولت عصاری به انتها رسید، یکی از آدم هایی که در کنار بدرعی که به عنوان یک مرد میهن پرست نظامی پایمرد شهرت داشت، حتی اویسی هم پیشنهاد کرد که، البته این که میگم جوان، او این لفظی است که از قول او به کار رفته، با نیروی جوانتری بیاد برای اداره دولت، بختیار رو تایید میکنه، در حالی که همه فکر میکنن بختیار گزینه نهایی شهبانو بوده، در حالی که کسان دیگری حتی در نیروهای نظامی هم از بختیار به عنوان یک گزینه مناسب پشتیبانی میکردن. البته زمینه این کار رو ملکه فراهم کرد، شخصا به دیدن بختیار رفت، با او مذاکره مستقیم کرد، البته رابطه قومی خویشی و فامیلی هم داشت، ولی اینها نتیجه تصمیم گیری مجموعه حکومت بود. و اینکه ما فکر بکنیم واقعا از راه سازش با مردم به کار بردن یک عامل مخالف میشه اون چیزی که بعدن انقلاب معرفی شد کنترل کرد. حدود دو هفته قبل از این ماجرای نوشتن نطق، شهبانو تصمیم گرفت که بره به جنوب شهر. من روزای سه‌شنبه رو مرتب توی جلسه‌ای که با هیئت دولت بود کنارشون می‌نشستم، ولی روزهای پایانی رو تقریبا هر روز دفتر ما در خیابان ثریا بسته شده بود. ما رفته بودیم به ساختمان نوسازی که در فرهنگسرا بود روبروی کاخ، من هر روز رو میرفتم برای یا دادن گزارش یا گرفتن دستورالعمل و ایشون رو میدیدم. در یکی از این روزها که این بگو و بشنو وجود داشت، تصمیم به این گرفته شد که ایشون بیان پیش مردم و این واقعا یه تصمیم شجاعانه بود، تقریبا شاید 10 روز اینطورا بعد از واقعه تبریز. و دو تا هلیکوپتر آماده شدن توی کاخ. ما یادم میاد بجز دکتر نهاوندی، کاظم ودیعی هم بود که اون موقع وزیر تعاون بود یا با آموزش پرورش کار خاصی هم نداشت، و ما رفتیم به پادگاه نیروی هوایی در افسریه و اونجا مینیبوس سفید رو برده بودن. و یادم هست آقای ربیعی که بعدا دستگیر شد و اون حرف خاص رو زد که دم شاه رو گرفتن مثل موش بیرون انداختن، با لباس پرواز همین اوورال خاکستری همراه 3 تا از فرمانده‌های دیگه نیروی هوایی 4 نفری به صف ایستاده بودن. ما پیاده شدیم، احترام نظامی کرد، داخل مینیبوس رفتیم و رفتیم به جنوب شهر. شاید ساعت 2-3 بعد از ظهر بود و از مینیبوس بین راه نمی‌دونستیم به چه مقصدی می‌ریم. یکی از هدف‌ها این بود که بریم به بیمارستان خاصی که گروه یکی از این گروه‌های زیر ریاست شهبانو اونجا رو اداره میکرد، مادران و نوزادان، ولی سر راه پیاده شد و مردم تازه متوجه شدن که ملکه بینشونه. و واقعا به 3 سوت کشیدن نکشید که یک حلقه بزرگی از مردم در اون اوج بحران سیاسی ایران دور او جمع شدن و این قضیه 2 ساعت طول کشید و ملکه خیلی 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 متاثره
مثبت شده بود از این موضوع و این باز یک تأثیر گذاشت در تصمیم گیری نهایی که آیا با این مردم باید برخورد همراه با آرامش کرد و سازش کرد یا اینکه با اونها برخورد قهرآمیز. و اینجا بود که باید نتیجه بگیریم. شاه در دوره آموزگار امیدوار به موندن در مملکت بود، ولی در 3 ماه آخر تصمیم به ترک مملکت گرفته بود. قبل از اینکه بختیار معرفی بشه به عنوان نخست وزیر قصد ترک ایران رو داشت، برای اینکه اوضاع رو قابل جمع کردن به اون وضع نمیدید. پیشنهاد درست ثابتی با مخالفت روبرو شده بود با فضایی که اون زمان در مملکت وجود داشت، و این تنها شاه نبود که به آرامش و به سازش با مردم رأی میداد یا تصمیم گرفته بود، مجموعه حاکمیت اطراف او هم به غیر از عوامل معدودی از جمله ثابتی نظر شاه با اونها مخالف بود. و شاید کسی با تخصص ثابتی که به عنوان مسئول امنیت کشور داره کار میکنه عمق فاجعه رو در میافت و میدونست که تغذیه تمساح نمیتونه انقلاب رو ساکت بکنه، انقلاب رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه. و دوره اسفاری این تقویت شورش ها رو دامن زد، پشم و پیلی ارتش رو ریخت و دولت آقای آموزگار سر کار آمد. و دولت آموزگار با وجود همه حسن نیتی که شاه به او ابراز کرد، همه حسن نیتی که و اعتمادی که ملکه به او کرد، در درون خودش یک جمهوری خواه بود. و این رو باز تکرار میکنم، وقتی که ما 2 هفته بعد از ریاست دولت او بزرگترین تظاهرات موافقان حکومت در تهران گذاشتیم و من شب رفتم نخست وزیری برای اینکه بیانیه پایانی رو که نوشته بودم 10 ماده گذاشته بودم بخونم. ماده اولش این بود که مردم به قانون اساسی پایبند هستند، گفت این رو بگذاریم به رأی مردم. و این نشون میداد که آقای آموزگار به دنبال رفراندوم، برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت حکومت بین جمهوری، یعنی زمانی که شاه ایران ترک کرده، بین جمهوری و پادشاهی است و هر دولتی که واقعا رفراندومی برگزار میکنه نظر خودش رو در اون رفراندوم برنده میبینه، وگرنه نیازی به رفراندوم پیدا نمیکرد. این دیده مصدق بوده، دیده تعداد بزرگی از اعضای جبهه ملی بوده و همینطور دوام پیدا کرده. و آموزگار هم یکی از کسانی است که به جمهوری علاقمنده، در حالی که واقعا شاه با نیت کمک به دولت و با امید به ماندن دولت حتی به فرمانده های ارتش، البته وقتی میگم به فرمانده های این ارتش، قره‌باغی رو شاید درست نمیشناخت، فردوس رو فکر میکرد میشناسه، ولی بین فرماندهان ارتش خائن وجود داشت، خائن به شاه، خائن به مملکت. و اونها هم ذهنیتشون شاید در اون دوران تحت تاثیر تحولات جامعه تغییر کرده بود. چند روز بعد از اینکه ما تظاهرات بزرگ قانون اساسی رو گذاشتیم، چیزی در حدود 350 هزار نفر با جمعیت 3.5 میلیونی 10% از جمعیت تهران در این تظاهرات بودن. حداقل اینی که میگم ارقامی است که اطلاعات و کیهان آیندگان اعلام کردن با تفاوت 50 هزار عدد، ولی به هر حال یک چیز بی سابقه در جمع کسانی بود که خودشون رو حامی حکومت معرفی میکنن و به دنبال یک چراغی بودن تا بتونن واقعا این تظاهرات رو بزرگتر بکنن، ابراز پشتیبانی رو تقویت بکنن، هرچند که مقدار زیادی دیر شده بود. من با آقای سپهبد رحیمی توی دفتر فرماندهی نظامی 4 روز یا 3 روز بعد از این تظاهرات جلسه داشتم برنامه‌ریزی بکنیم برای تظاهرات بزرگتری. و شب قبل از اون روزنامه کیهان اعلام کرد، نوشته بود تیتر بزرگ که مهدی رحیمی قصد کودتا داره. و من این رو با یک نهار مختصری که یک از این چلو کباب کوبیده هایی که قابلمه روی روش میگذارن، این نهار فرماندار نظامی تهران بود، این خودش میگه اگر کسی بدونه رضا الان تو داری با فرماندار نظامی تهران غذا میخوری، فکر میکردن که به میز مجلل چندین نفره رو چیدن، در حالی که واقعا چلو کباب کوبیده رو ما با هم میخوردیم. موضوعی که بعد از این جلسه ای که گفتیم چه کار میخوایم بکنیم از او پرسیدم، گفتم تیمسار نظر راجع به تیتر شب گذشته کیهان چیه؟ این که میگم باز یک شاهد تاریخی مستقیمه، یعنی دست دوم حتی نیست. گفت
الازد به من دستور دادن از دولت بختیار پشتیبانی بکنم و من تا آخرین روزی که زنده هستم این کار انجام میدم. این دستور شاه به فرماندار نظامی در پشتیبانی از نخست وزیریه که به پادشاهی باور نداره و به دنبال جمهوریست، به دنبال این است که بره به پاریس حتی سازش بکنه با خمینی، با این اعتبار که خمینی به تهران بیاد و حکومت جمهوری او رو بتونه به عنوان مسئول تشکیل دولت انتخاب بکنه. نتیجه گیری خلاصم از این روایات تاریخی شاید کم نیست تکرار کردنش، ولی اون چی که میخوام نتیجه بگیرم از این که چرا شاه رفت این بود که از ابتدا جامعه بحران زده ما در لاقل از ابتدا، وقتی میگم این بحران یک سال و نیم طول کشیده، در 6 ماه آخر با عدم تصمیم گیری قاطع توسط قدرت اجرایی روبرو بود. تغذیه تمساح در جهت دادن امتیاز به شورشی ها دوام پیدا کرد. هیچگاه یک تصمیم قطعی برای برخورد با اعتراض ها و شورش ها گرفته نشد. تصمیم برای باز کردن فضای سیاسی در جایی گرفته شد که مردم شاید تنها انتظار قاطعیت باشن. مردمی که میگم مردمی بودن که مردمی میگم که بلافاصله پشیمون شدن و دونستن که چه خبط خطایی برای مملکت صورت داره میگیره. و این مجموعه بی تصمیمی، رقابت قدرت، نگرفتن تصمیم قاطع برای ساکت کردن شورش ها باعث شد که تغذیه تمساح ادامه پیدا بکنه و به هر حال در این تصمیم گیری ها شاه ایران هم دخالت داشت. شاهی که هیچ وقت نمیخواست در مقابل مردم بیسته و نمیخواست خونریزی بکنه و شاید او هم فرجام این کار رو نمیدید، چنانکه چند هفته بعد از خروج از ایران هم از خوندن پیامی که خودش در نوشتن اون تاثیر داشت پشیمان شد و از اینکه بگه من پیام انقلاب صدای انقلاب شما رو شنیدم. من فکر میکنم زیاد صحبت کردم، منو ببخشید. اون چیزی که در مورد چه اتفاقی بعد افتاد، نتایج خروج شاه، همه ما به اون واقف هستیم. من فقط به یک نکته اشاره میکنم و صحبتم رو تمام میکنم و اون نکته این است که خروج شاه موازنه قدرت رو در منطقه به هم زد و تسهیل کرد فروپاشی اتحاد شوروی رو در یک دهه بعد. آیا غرب با آگاهی زیر پای شاه رو خالی کرد؟ غربی که در گوادالوپ به رهبری آمریکا پیش از تشکیل جلسه گوادالوپ تصمیم به عبور از شاه رو گرفته بود، برای اینکه یک روز قبل از این ماجرا هایزر رو به تهران فرستاده بود و در گوادالوپ تنها مهر تایید به این تصمیم زده شد و 3 کشور اروپایی به رهبری آمریکا قبول کردند که زمان برای عبور از شاه گذشته. این روز 4 ژانویه است و فاصله کمی با خروج شاه داره از ایران و اینکه پایان کار رقم خورد. آیا اون موقع کارتر میدونست که داره مقدمه‌ای فراهم میکنه تا اتحاد جماهیر شوروی 10 سال بعد از حمله پاشه؟ این رو من تردید دارم، ولی حضور شوروی در افغانستان ترس در دنیا ایجاد کرده بود، در دنیای غرب، و اونها فکر میکردن که با یک خمینی که بعدا روشن شد چقدر دروغگو هست میتونن جلوی نفوذ اتحاد شوروی رو موقتا بگیرن و بعد زمینه اضمحلال اون رو فراهم بکنن. بازم من از شما دوستان پوزش میخوام برای اطاله کلام و امیدوارم که دوستان دیگری که صحبت میکنن زوایای دیگری از پاسخ به این دو پرسش رو روشن بکنن. سپاسگزارم برای صبوریتون. سپاس بسیار از شما جناب تقی‌زاده. بسیار بسیار من که یه مسائلی بود که واقعا نمیدونستم و از سخنان شما دریافتم. سپاس بسیار.